با سلام به شما بینندگان برنامه نگاه به چپ، من کیان آذر هستم، به همراه مصطفی صابر این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. سلام مصطفی جان، امیدوارم حالت خوب باشه و آماده باشی برنامه این هفته رو پیش ببریم با هم دیگه. بله آمادم کیان جان، البته برنامه ما دیگه هفتگی نیست چندان دیگه. برنامه ما رویدادیه دیگه، بله. با توجه به رویدادها بسته میشه مصطفی. بله. خب رویداد این هفته هم مربوط هستش به انتخاباتی که توی آمریکا داره برگزار میشه و جوانب مختلفی که داره. الان تقریبا رسانه‌های مختلفی دارن صبح تا شب در رابطه با این مسئله صحبت میکنن، توی شبکه‌های اجتماعی هم کاربران از ایران در این رابطه هم طنز کرده بودن هم به یه عناوین خوب داشتن میگفتن دارن دنبال میکنن این مسئله رو. مثلا یکی گفته بود که من نمیدونم انتخابات توی آمریکاست، چرا اینقدر ما نگران هستیم، دلیلش رو نمیدونم چرا ما اینقدر نگران هستیم. به هر حال مورد توجه وسیعی قرار گرفته، حالا چرا میخوایم در موردش صحبت بکنیم. یک بخش همه دنیا داره نگاه میکنه دیگه، همه دنیا داره نگاه میکنه و خود آمریکا که خیلی مشغوله. الان در ضمن الان بگیم ما که الان داریم صحبت میکنیم، آخرین خبرها این است که توی چند تا ایالت ترامپ و مزخام بایدن جلوه، داره جلو میره و به نظر میرسه که اون بشه رئیس جمهور بعدی، ولی هنوز قطعی نیست. ترامپ هم شروع کرده به شکایت کردن و به اصطلاح دب در آوردن در مورد آرا و اینا، و خب بعضیا دارن پیروزی بایدن رو جشن میگیرن تو آمریکا. تو آمریکا این خبر هست، حالا تو ایران تو بگو چه خبری کیان. خب خبر که زیاده. من فکر کنم مصطفی اگر تقریبا یه قسمت برنامه رو در رابطه با خود انتخابات آمریکا صحبت بکنیم، یه قسمت رو در رابطه با تأثیراتی که میتونه داشته باشه رو فضای سیاسی ایران و در حال رو جامعه ایران اونم صحبت بکنیم، یه بخش مربوط به خود آمریکا و سطح جهانی، یه بخش هم مربوط به ایران، اگه موافقی. باشه، به هر حال سر این موضوع میشه الان همونطور که گفتی چند روز ماه هاست دارن صحبت میکنن، زیاد میشه حرف زد جنبه‌های مختلفه. خب مصطفی، یه نکته‌ای که اول از همه مشهود هست در رابطه با خود روند که به اصطلاح اول بذار تبلیغاتی که حول این مسئله شده از رسانه‌هایی که دارن صحبت می‌کنن، رسانه‌هایی که مربوط به خود آمریکا هست با یک حالتی دارن تعجب خودشون رو نشون میدن از رفتاری که ترامپ داره انجام میده. میگن رفتارش یک چیز جالبی که هست، ما مثلا میگیم انسانیت، در رسانه‌هایی که توی به اصطلاح آمریکا داره صحبت میشه رفتار ترامپ رو میگن این اصلا رفتارش آمریکایی نیست، به اصطلاح اون فرهنگ آمریکایی، اخلاقیات آمریکایی رو نداره. اونا انگار اصلا کاری با انسانیت ندارن، اونا با اون به اصطلاح فرهنگ آمریکایی کار دارن و اساسا یه حالت به وجود اومده که یه روند نتایج رو که نگاه میکنیم میبینیم که همه جانبه داره واگذار میکنه اول از همه، و خود این مسئله داره بحث‌های مختلفی رو راه میندازه. این که میگم تبلیغات میکنن که این بزرگترین دموکراسی دنیاه، نمیدونم رهبر جهان آزاده و یک همچین اتفاقاتی که داره میفته، یک طرف میگه این نشوندهنده انعطاف و باز بودن فضای سیاسی آمریکاست، یک طرف قضیه هم میگه که این به اصطلاح باگی هستش که دموکراسی داره و اون چیزی که دموکراسی آمریکایی گفته میشه. به هر حال از جوانب مختلفی در این رابطه صحبت شده و به اصطلاح بعضی زیر ضرب بردن، نقد دارن میکنن اتفاقاتی که داره میفته رو، بعضی هم نشان دهنده پختگی و بلوغ سیاسی توی آمریکا میدونن این مسئله، که خوبه مقدار خودمون از زاویه خودمون در رابطه با این مسئله هم صحبت بکنیم. خب کیان جان، این که آمریکا رهبر جهان آزاد و جهان غیر آزاد دیگه، الان قدرت اول دنیاست، نیروی نظامیش معادل بقیه دنیاست، حالا به شوخی دارم میگم ولی خیلی اصلا فاصله خیلی زیادی داره از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی قدرت اول دنیاست، حالا چین داره یواش یواش لنگان لنگان میرسه بهش، ولی هنوز آمریکا قدرت اصلیه
بعدم از لحاظ دموکراسیش هم، حالا هر نقدی به دموکراسی داشته باشین، دموکراسی آمریکا جالبه، من متوجه نیستم نقد تو به کجاست. به این دیوانه بازی ترامپ که... نه من نقد خودم هنوز نگفتم، من اصلا نظر خودم رو نگفتم، گفتم مباحثی که حول این به اصطلاح پروسه اعلام نتایج در گرفته در رابطه، مثلا دیشب وقتی ترامپ صحبت کرد، پشبند اون رسانه‌هایی که اومدن که مخالف ترامپ هستن توی آمریکا و به اصطلاح شروع کردن به صحبت کردن، رفتار ترامپ، صحبت‌هایی که ترامپ کرد، اومد گفت تقلب شده، من از همون اولش هم گفتم که این امکان تقلب وجود داره با این کاغذها، منظورش آرای پستی بود، هر کار هر بازی میشه سر ما در آورد. رسانه‌هایی که مخالف ترامپ هستن، نه رسانه فارسی زبان، رسانه‌های غیر فارسی زبان، ببین این حرکات احمقانه ترامپ، میبخشه این لغت رو استفاده میکنه، نمیدونم چه لغت دیگه میشه استفاده کنه، مثلا فرض کن میگه شمارش شعارا رو متوقف کنید، هم الان شمارش شعارا رو متوقف کنن، ترامپ باخته، بایدن برده، و هم الان که دارن شمارش شعارا رو ادامه میدن، مثلا بعضی جاها مثل آریزونا ترامپ داره نزدیک میشه، رابطه چیز فاصله شو کمتر میکنه با بایدن، خب دو سه ایالت دیگه هم ترامپ داره جلوتر، نظرم خواهم بایدن داره جلوتر میفته، ولی خیلی میگم اصلا چیز عجیب غریبیه، با هیچ منطقی جور در نمیاد بعضی حرفایی که ترامپ میزنه. منتها این موضوع کهنه‌ایه، بذار از این بگذاریم، بذار سر این، من میخوام راجع به این یه نکته بگم کیان، که انتخابات توی آمریکا چه الان حالا که بایدن داره پیش میبره، ولی چه ترامپ بیاد چه بایدن بیاد، یه سری مسائلی رو تو آمریکا نمیتونه حل بکنه. یعنی آمریکا دچار مشکلات و مسائلی هست که ورای انتخابات و ورای این سیستم موجوده، ورای دموکراسی موجوده. مثلا فرض کنید فقر و فلاکتی که هست، تفاوت طبقاتی که هست و شکاف طبقاتی که دائما افزایش پیدا کرده و اینا، با این انتخابات ها حل نمی، هر کس بیاد، دموکرات بیاد با جمهوری خواه بیاد، اینجوری نمیتونن اینا حل بکنن، برعکسشه، هر چی میگذره این شکاف طبقاتی داره گسترده تر میشه و عمیق‌تر میشه تو آمریکا. مسئله نژادی تو آمریکا و تبعیضی که علیه سیاه هست یه مسئله جدی بنیادی تو آمریکا. خب حالا ممکنه این انتخابات ها یک درجه تاثیر بالاخره بایدن کمتر شاید بکنه به نسبت ترامپ، ولی حل نمیتونه بکنه. میخوام بگم یه مسائل بنیادی آمریکا داره که هی روز به روز داره بیشتر میشه و با انتخابات حل نمیشه. یادمون نره توی همین 2011 جنبش گسترده اوکوپای اشغال که پا گرفت و جلو اومد، همین بحث رو میکرد که باید از این چارچوب خارج شد و این مسئله رابطه یک درصد، یعنی مبارزه یک درصدی ها و 99 درصدی ها رو میگفت، ما 99 درصدی ها هستیم. به نظرم حالا این انتخابات بیاد و بره و بالاخره هر کدومشون انتخاب بشن، بعدش مسائل اصلی جامعه آمریکا میاد جلو که خارج از این انتخابات و خارج از چارچوب و سیستم موجود، دموکراسی موجود، باید حل و فصل بشه. اینو من خواستم بگم که همونجور که دارم نگاه میکنم واسه هم گذریه، واسه هم یه دوره موقتی، اینا مسائل اساسی آمریکا رو این انتخابات ها اصلا آدرس نمیکنه و بهش نمیپردازه. مصطفی یه نکته توی این رابطه اشاره بکنم بهش که جالب هست، ترامپ صحبت میکنه میگه که حزب ما، یعنی حزب جمهوری خواه، حزب مردمیه، مردم عادی پشتش هستن، حزب دموکرات کمپانیا و حزب وال استریت و اینا. آره. بعد از اون طرف بایدن میگه که من متعلق به یک مزرعه‌ای هستم در یک به اصطلاح مکان خیلی کوچیک و از بین مردم اومدم، نه من میلیاردر نیویورک نشینه نمیدونم منطقه اعیان نشین نیستم. و خود همین اشارات، دست گذاشتن، حالا واقعیت که نداره ولی دست گذاشتن
روی اینکه به هر حال مردم عادی اون به اصطلاح 99 درصدی ها و اینا خودش نشون دهنده اون شکاف عظیم طبقاتی که توی جامعه آمریکا هست رو داره آدرس میکنه که اینا مجبورن خودشون رو وصل بکنن به اون. ترامپ که حتی توی صحبت هایی که دیشب اومد انجام داد که البته یه صحبت هایی به نظرم شکست خورده، یه آدم شکست خورده که داره به اصطلاح یه جوری برخورد میکنه که بزنه زیر میز هم بگه من هیچی رو قبول ندارم، میگه من خارج سیستمم. این البته اولین بار نیست که داره میگه. و نکته ای که وجود داره این طبقه حاکم داخل آمریکا جوابی که داره میده که تو هم داری بهش اشاره میکنی جواب اون معضلات داخل این جامعه نیست و این یعنی این انتخاب هایی که داره صورت میگیره با توجه به همین به اصطلاح روندی که هست جواب نمیده. شاید یه دوره های اینا میان ولی جواب واقعی نیست در مقابل شرایط سیاسی آمریکا و وضعیتی که توی اونجا حاکم هستش. و ما فکر میکنم تو برنامه های قبلی در مثلا یادم وقتی ترامپ اومد 2016 اومد روی کار ما یه برنامه نگاه به چپ هستیم همون موقع در این رابطه صحبت کردیم که این یعنی اون ترامپ جواب نیست، الان بایدن جواب نیست، جواب شرایط که مردم آمریکا دارن چیز دیگری هستش. اون جنبشی هست که تو دل جامعه وجود داره که به اصطلاح خارج از سیستم موجود، خارج از این هیئت حاکمه، ما بعضی وقتها اون رو میبینیم که به سطح جامعه میاد. توی 10 سال گذشته بارها این اتفاق افتاده. اما اشاره هم کردیم چون اون نماینده سیاسی نداره که بتونه این جنبش رو حمایت بکنه، در نتیجه تو این چارچوبه که الان تعریف میشه به عنوان انتخابات جایی نداره، اون جنبش جایی نداره. و نکته ای هم که الان میگم که نقد میکنن در رابطه با به اصطلاح تو شبکه های اجتماعی در رابطه با این انتخابات خیلیاش از همین سر هست که حتی بایدن اون پلتفرمی که داره ارائه میده جواب معضلات واقعی مردم نیست، به یک شکلی یه سفارایی در مقابل کمپ ترامپ هستش که داره به اصطلاح اونجوری عرضه اندام میکنه، وگرنه قرار نیست نه طبقه کارگر آمریکا نه به هر حال 99 درصدی های آمریکا به اصطلاح سر و شکلی پیدا بکنه زندگیشون یا جواب بگیره. اینها حتی حاضر نشدن سندرز رو تحمل بکنن. تو خود حزب دموکرات زیر پای سندرز رو خالی کردن چند ماه قبل و یک شرایطی به وجود اومد که سندرز مجبور شد که عقب نشینی بکنه و به هر ترتیب چون میدونست که راه به جایی نخواهد برد. این یک به اصطلاح آیکون واقعی هست. توی این چارچوب توی این هیئت حاکمه نمیشه کاری کرد و جواب رو باید جای دیگری پیدا کرد و من فکر میکنم در بلند مدت امکان داره تحت حالا یک شرایط جهانی حتی روی جامعه آمریکا تأثیر گذاشته بشه در بلند مدت که ما شاهد یک عروج دیگری باشیم در مقابل کل این دم و دستگاهی که الان شاهدش هستیم و این همه پول داره داخلش خرج میشه و این همه داره تبلیغات میشه براش. و ما توی این چند روز گذشته میبینیم تمام رسانه ها دارن صبح تا شب، شب تا صبح به این مسئله میپردازن و این هم نکته بود که من خواستم در این رابطه بگم. بگم اون قضیه جان فلوید و جنبشی که قولش را افتاد و اینا، این جورج فلوید منظورت هست مصطفی؟ آره آره من بالاخره در این موردم خرابکاری کردم، جان جورج فلوید گفتم جان فلوید جنبش، معذرت میخوام من همیشه اسما رو قاطی میکنم و این یه مشکلمه. به هر حال مسئله جورج فلوید آخرین نمونه بود که نشون میداد که جامعه آمریکا یه جور دیگه یه به اصطلاح داروی دیگه احتیاج داره واسه اینکه زخماشو التیام بده و بتونه بهبودی پیدا کنه و زندگی خودشو بکنه که خارج از این سیستم قرار میگیره. اما کیان فکر نکنم خیلی وقت داشته باشیم، بهتره بریم سر موضوع اصلیمون که میخواستیم صحبت بکنیم، اونم اینه که خب توی ایران این انتخابات انعکاس خیلی زیادی داشته و به نظر میرسه که بخش وسیعی از مردم طرفدار ترامپ هستند و ناراحتن از این که ترامپ الان رأی نیاورده و به این دلیل هم مدافع ترامپ بودن که فکر میکنن که ترامپ سخت‌تر گرفت بر جمهوری اسلامی، فشار بیشتری گذاشت رو جمهوری اسلامی
و بایدن بیاد یه مقدار به اصطلاح سختگیری رو شل میکنه و وضع جمهوری اسلامی بهتر میشه. یعنی مردم ایران هم اینجوری هم دیگه، هر ملاکشون اینه که چی بشه که جمهوری اسلامی ضعیفتر بشه و چی بشه که اونا تو مبارزهشون قویتر بشن علیه جمهوری اسلامی، و به این دلیل طرفدار ترامپ بودن. تو این ارزیابی من قبول داری کیان؟ بله، ما گزارش های مختلفی توی این رابطه داشتیم، یعنی وقتی صحبت میکردیم با افراد مختلفی در بین فعالین علل عموم، خب این مسئله وجود داشتش که هر دوتای این گزینه ها مبارزه مردم رو علل توی یه روند بلند مدت تأثیر روش نخواهد گذاشت، جنگ اصلی بین مردم و اون است. توی بدنه جامعه به این صورت بود که میگم هم گزارشاتی که داشتیم، اظهار نظرهایی که کرده بودن و این چیزا، که ترامپ سختگیری بیشتری به جمهوری اسلامی میکنه، فشار بیشتری میذاره روی جمهوری اسلامی و این میتونه کمک بکنه به مردم برای اینکه به اصطلاح مردم بتونن اعتراضشون رو جلو ببرن. و از این سر نگاه میگن، من فکر میکنم این پر اهمیت ترین مسئله واسه مردم ایران بود که از این زاویه نگاه بکنن. و اون نگرانی که دارن که حزب دموکرات مثلا تو دوره اوباما اومد و به اصطلاح هم پولایی رو فرستاد، هم مماشات یه جایی میکرد، مثلا سال 88 مردم به اوباما با شعار میگفتن که طرف ما باش تا اینکه بخوای طرف جمهوری اسلامی باشی، و اینا علتهایی هستش که روی این نگرانی دست میذاشت و مردم نگران بودن و یک شکلی بخشن، حالا اینم کلی نبود ولی بخشن میخواستن که ترامپ رای بیاره. آره من میدونم، حالا مردمی هم که حرفای منو بشنون باز خوششون نمیاد، ولی به نظرم اشتباه میکنن. منظورم این نیست که حالا بایدن بیاد واسه جمهوری اسلامی بهتر نمیشه، ممکنه ذره هم بهتر بشه، ولی به نظر من رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا چندان ربطی به این که کدوم رئیس جمهور بیاد یا کدوم این بشه یا اون بشه نداره. هر دوشون یه سیاست واحد دنبال میکنن، چه جمهوری خواه، چه دموکرات، چه ترامپ، چه اوباما. اینا قشنگ میشه نشون داد. خب الان اگر مردم ایران روی حرف روی به قول تو توی 88 به اوباما میگفتن تو با اونا یا با ما، اوباما با اونا یا با ما، یه همچه شعاری میدادن و دلخور بودن از اینکه اوباما با اونا بود و حمایت جدی نکرد از حرکت مردم توی 88، الان هم همین الان ترامپ داره میگه که هر وقت جمهوری اسلامی حاضر باشه من میام سر میز مذاکره، میگه ایران میتونه بهترین کشور دنیا بشه با همین رهبراش، با همین رهبراش، با همین سیستمش میتونه خیلی وضعش خوب بشه، گریت باشه، چه میدونم، از اینجور حرف میزنه هم الان. خب میگم چه فرقی داره این سیاست اوباما و چه میدونم ترامپ یا بایدنی که حالا معاون اوباما بود و میخواد احیانا سیاست، حالا اگر بتونه سیاست اوباما رو پیش ببره که اونم خودش که بس جداگانه است، من نمیخوام واردش بشم، ولی میخوام بگم که چطور سیاست هر دو حزب آمریکا کمابیش یکی هست و اونم چیه؟ اونم اینه که جمهوری اسلامی رو نگه دارن ولی اصلاحش کنن، یعنی همون کاری که اصلاح طلبای وطنی خواستن بکنن و نتونستن و همه مردم ایران هم میتونه. به نظر من مردم باید این دندون امید به اینکه آمریکا کاری بکنن کاملا بکشن بندازن بیرون. مسئله ای که میشه تو سطح جهانی خواست از آمریکا و از هر دولتی، هر حکومتی، هر نهادی این هست که جمهوری اسلامی رو بایکوت کن، با جمهوری اسلامی قطع رابطه کن. آقای ترامپ اگر شما رئیس جمهور میشی چیز نگو که اینا بیان پایین مذاکره منم میام، ایران میشه بهترین کشور دنیا با همین رهبری نحسش، اینا رو نگو. بگو جمهوری اسلامی حکومت قاتل مردم ایران است، باید برود. اینجوری حرف بزن. اینجوری حرف نمیزنه که، هیچ کدومشون اینجوری حرف نمیزنه. هیچ نه آمریکا نه هیچ حکومت دیگه تو دنیا اینجوری حرف نمیزنه، ولی ما باید بکشونیم اینا رو به جایی که جمهوری اسلامی بشه مثل آفریقای جنوبی که همه بندازنش بیرون از مجامع جهانی، و این راه درستش است. نه اینکه حالا به ترامپی امید ببندیم که داره آرزو میکنه و به خصوص واسه این انتخابات آرزو میکرد که جمهوری اسلامی یه جواب بله بهش بده بیا سر میز مذاکره. مصطفی من نکته ای که توی این رابطه دارم، من اول فکر میکنم که این
به اصطلاح تبیین هم که نمیشه گفت، این برداشتی که وجود داره بخشن توی جامعه، متعلق به همه بخشای جامعه نیست، بخشن در جامعه وجود داره، کوتاه مدت هست این به اصطلاح نوع نگاه. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که مبارزاتی که مردم خودشون انجام دادن تا اندازه زیادی داره نشون میده که دولت‌های جهانی رو مجبور کرده که نسبت به جمهوری اسلامی سختگیری بکنن. اتحادیه اروپایی که حتی یه پله به اصطلاح مماشاگرانه تر با جمهوری اسلامی برخورد میکنه رو مجبور کرد که تو همین دو ماه سه ماه گذشته جمهوری اسلامی رو تا حدی تحویل نگیرن، به ظریف کن نیا چیز. یعنی خود واقعیت توی جامعه داره نشون میده و این بخشی از جامعه که حالا پراکنده هم میتونه وجود داشته باشه در بین بخشای مختلف مردم، این تأثیر کوتاه مدتی داره این پروسه انتخابات آمریکا و نتیجه حالا باخت ترامپ که محتمل تر هست، و ولی واقعیت عظیم که زندگی مردم ایران هست و جدالشون با جمهوری اسلامی مجددا به اصطلاح راه خودش رو خواهد رفت و اون پروسه‌ای که داشته طی می‌شده ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی این نگاه فقط توی یک بخشی از جامعه ایران هم نیست، توی بخشی از علارغم صحبتایی که حسن روحانی و خامنه‌ای کردن که برای ما فرقی نمی‌کنه، کاملا واضح و مشخصه که اونها میخوان بایدن بیاد سر کار و این حالت میخوام بگم تو بدنه خود جمهوری اسلامی وجود داره که این توهمی که وجود داره تو اون توی جمهوری اسلامی هم کوتاه مدت فرو خواهد ریخت، با یک اعتراض وسیع توی جامعه علیه جمهوری اسلامی فرو میریزه، هم داخل خود جمهوری اسلامی این توهم فرو میریزه و هم این اعتماد به نفس رو تو این بخشایی که اینجوری فکر میکنن به اشتباه که موندن ترامپ باعث میشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا تقویت کنه مبارزات مردم رو، این کاملا به اصطلاح میگم یه تأثیر کوتاه مدت داره و با یک اعتراض وسیع توی جامعه کاملا به هم میریزه این مسئله. نکته ای که وجود داره که تو شبکه‌های اجتماعی هم که تو این دو سه روز مدام یکی از خطای اصلی بود که تو شبکه‌های اجتماعی پمپاژ میشد از سمت کاربران، این بود که ما باید مبارزه خودمون رو جلو ببریم. ما مبارزه همون با نه با ترامپ شروع شده نه با رفتن ترامپ تموم میشه، ما هستیم و این حکومت که باید تعیین تکلیف کنیم باش. و یه هشتگ خیلی جالبم تو این رابطه به وجود اومده بود، چه بایدن چه ترامپ سرنگونی جمهوری اسلامی، یه داشت به خوبی این رو به اصطلاح گویا بود که این چیزی هست که بایستی به اصطلاح تو کل جامعه روش اشتراک نظر به وجود بیاد، هست روی این مسئله. ولی میخوام بگم یه بخش های اینجوری نگاه میکردن. به علاوه چیزی که جالب هست، راستی که توی اپوزیسیون هستش و چشم امیدش به ترامپ و به اصطلاح تغییر از بالا بود، که اینها هم الان دچار یک به اصطلاح پراکندگی و به هم ریختگی شدن توی این اوضاع. با توجه ترامپ الان ناراحتن، دقیقاً همین رو میخوام بگم، کاملا به هم ریختن. الان که حالا چی میشه؟ خب ترامپ بالا نمیاد، حالا ما چی کار باید بکنیم؟ چون که کاملا بی افق هستن. ببین اونا حق دارن به ترامپ امید ببندن و اینا، چرا؟ چون که کل استراتژیشون روی اینه که آمریکا وقتی که مایوس شد از جمهوری اسلامی، آمریکا و غرب و دولت‌های سرمایه‌داری وقتی دیدن جمهوری اسلامی رفتنی، مردم کلک شد کندن، مثل دور شاه دیدن شاه داره میره، دنبال آلترناتیو گشتن، خامنه‌ای و بازرگان و اینا رو پیدا کردن. حالا اونا امیدشون اینه که وقتی یه همچه وضعیتی پیش بیاد و آمریکا و اینا بفهمن جمهوری اسلامی بوی رحمانش بلند شده، اون وقت میان سراغ اینا. در نتیجه اینا همیشه چشم بالا هست و امیدشون به این هست که از بالا به قدرت برسن، با کمک بالا به قدرت برسن، که خب طبیعیه الان توی این ماجرا روی ترامپ حساب میکردن و اگر الان هم ترامپ نباشه دماغ و دل خورن. ولی واسه مردم قضیه همونیه که تو گفتی، اون هشتگی که گفتی چی بود؟ چه ترامپ چه بایدن سرنگونی جمهوری اسلامی. دقیقا اینو باید مطرح کرد. من اینو میخوام، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی میخوام اینو تاکید بکنم که
ما به عنوان چون این برنامه مخاطبش فعالین چپ اجتماعیه که تو جامعه حضور دارن اینا، به نظرم باید توی این فرصتی که انتخابات آمریکا میده به خصوص این ایده رو بین مردم ببریم. دو تا ایده رو باید برد بین مردم وسیع‌تر. قبلا هم تلاش کردیم، حالا هم بعد از این بهانه استفاده کرد و بیشتر برد. یکی این که مبارزه مردم فاکتور تعیین کننده اوضاع ایران هست، نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی. نهش کنون فاکتور تعیین کننده تو اوضاع ایران مبارزه‌ای که مردم دارن میکنن و همطور که تو خودت هم گفتی الان داره تأثیرات جهانیش هم میذاره، یعنی کشورهای اروپایی و اینا دارن یواش یواش متوجه میشن، یا حتی خود ترامپ هم به درجه اینو نشون میده که هر جا مردم حلقه رو بر جمهوری اسلامی تنگتر میکنن و فشار رو بهش بیشتر میارن، اینا میرن سراغش که ازش امتیاز بگیرن که وضعیت خرابه، بیا که با ما بساز یا رام شو یا اینا. فاکتور تنگ کننده خود مردم ایران هستن. این یک. دو، در رابطه با سیاست‌های آمریکا یا هر دولتی نسبت به جمهوری اسلامی باید روی بایکوت سیاسی تاکید کرد و اینکه این هیچ کس نباید جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسه، هیچ دولتی، هیچ نهادی نباید جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسه. این رژیم قاتل مردم ایرانه، رژیم ایران نیست. به نظر این دو تا پوینت رو باید از این فرصت استفاده کرد و وسیعاً بین مردم برد. همین هشتگی هم که میگی دقیقاً همین رو داره منعکس میکنه یه جورایی. خب مصطفی، به پایان برنامه رسیدیم. بینندگان عزیز توی این چند روز نظرات زیادی کتبی صوتی برای ما ارسال کردید در رابطه با موضوع برنامه‌ای که الان ما هم بحث گذاشتیم. خوشحال میشیم که حتما نظرات خودتون رو از طریق راه‌های تماسی که میبینید برای ما ارسال بکنید. منتظر نظراتتون هستیم و تا برنامه بعدی شبها و روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم.